یک پژوهش تازه تغییرات اقلیمی نشان می‌دهد که صد شهر مهم جهان در معرض پیامدهای شدید تغییرات آب و هوایی قرار دارند بر اساس این گزارش قاره آسیا با 114 استان از 200 استان در این فهرست در صدر و ایالات متحده آمریکایی نیز با داشتن 18 ایالت از 50 ایالت در میان پرخطرترین ایالت‌ها قرار دارند این پیچیده ترین بررسی جهانی از مخاطرات اقلیمی ملموس تا به امروز به شمار می رود. شرح بیشتر در گزارش همکارم سعید بهاری. یک نهاد مستقل بررسی مخاطرات اقلیمی اعلام کرد که توسعه یافته ترین و مهمترین قطب های اقتصادی آسیایی در مقیاس جهانی مانند پکن، جاکارتا، پوشیمین سیتی تایوان و بنبعی در میان صد شهر در معرض بیشترین آسیب های اقلیمی قرار دارند. بر اساس گزارشی که نهاد موسوم به ابتکار وابستگی متقابل به تازگی منتشر کرد، این قطب های مهم اقتصادی با بالاترین خطر آسیب ناشی از بحران شدید آب و هوا و اقلیم مواجه بودند. این رتبه بندی ها نخستین بررسی کلی از داده های خروجی خطر ناخالص داخلی آب و هواست که مخاطرات اقلیمی، فیزیکی و ملموس را در محیط ساخت بشر در بیش از 2600 منطقه در سراسر جهان تا سال 2050 برآورد کرده. این بررسی نشان می دهد که آسیا با 114 ده استان از 200 استان در این فهرست با چند مرکز اقتصادی مهم در چین و هند صدر فهرست مناطق در معرض خطر را به خود اختصاص دادند. پس از چین ایالات متحده ای امریکا با 18 ایالت در میان پرخطرترین ایالت ها قرار دارند. هند نیز سومین تعداد ایالات را در میان 50 ایالت اول را دارا می همچنین استرالیا، بلژیک، ایتالیا، کانادا و آلمان نیز ها و استانهایی در بین صد جایگاه اول را داشتند. بر اساس این گزارش، جنوب شرق آسیا بیشتر از هر جایی از جهان متحمل تشدید خسارت رخدادهای ناشی از بحران اقلیمی بین سالهای 1990 تا 2050 شده است، هزینه مالی ناشی از تغییرات شدید اقلیمی و تغییرات آب و هوایی در حال حاضر در بسیاری از اقتصادهایی که در صدر ردبندی جهانی قرار دارند احساس می شود. یافته های این گزارش مطابق با ارزیابی های مختلف هیئت بین المللی تغییرات اقلیمی نشان می دهد که رویدادهای جوی شدید در مناطقی از این دست احتمالا طی سالهای آینده با گرم شدن زمین تشدید خواهند شد. از این رو هزینه های اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی نیز افزایش می یابد. سعید بهاری اخبارشیه